بعقیده من رمزارزها در میان مدت یا حتی بلند مدت نمیتوانند جایگزینی برای سیستم های مالی سنتی باشند، چون به زبان ساده آنها تنها بخش کوچکی از بازار ارز رو در اختیار دارند. اما شاید اونها بتونن جایگزین بخشی از تبادلات مالی در تجارت‌های خارجی بشن و اینها تجارت‌هایی هستند که کسی از چند و چون آنها با خبر نیست. در واقع رمزارزها بخش بسیار کوچکی از تراکنش‌هایی خواهند بود که ایران در تجارت خارجی خود از آنها استفاده می‌کند. مشکل در اینجاست که ردیابی استفاده رمزارزها در تجارت‌های خارجی بسیار دشواره. به علاوه ما می‌دونیم که ایران به یک ماینر یا استخراج کننده بزرگ در زمینه بیت کوین و رمزارزها تبدیل شده که منبع مهمی برای کسب درآمد مالی و من فکر نمی‌کنم کسی بتونه مستقیماً فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این زمینه رو ردیابی کنه. واقعیت اینه که استفاده از رمزارزها یعنی دور زدن سیستم مالی حاکم بر کشوری که در اون کار صورت می‌گیره. بنابراین از یک سو هر گونه کنترل بانک مرکزی بر مبادلات اونها رو با مشکل جدی روبرو میکنه و از سوی دیگر این امکان رو فراهم میکنه که هر تحریم مالی علیه اون کشور رو دور بزنه. به همین دلیل هم در کوتاه مدت شانس ردیابی اونها بسیار بسیار کمه. البته هر دو کشوری می توانند با یکدیگر بر سر استفاده مشترک از رمزارزها به یک توافق برسند تا هر دوی آنها بتوانند تحریم هایی را که بر آنها اعمال میشه دور بزنند و احتمالاً چنین توافقی کاملا وجود داره، هرچند عملیات کردن اون به همکاری بسیار نزدیک و اعتماد دو طرفه میان اونها احتیاج داره. این اعتماد ممکنه بین ایران، روسیه و چین در حال حاضر وجود نداشته باشه، اما قطعاً میتونه شکل بگیره، چون ما شاهد بودیم که در این کشورها افرادی هستند که به ارزش پول ملی خود اعتماد و اعتقادی ندارند و به جای اون رمزارزها رو بهترین وسیله برای کسب درآمد و حفظ سرمایه خود به حساب می‌آورند. در این حال وقتی درباره احتمال همکاری کشورها برای استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها صحبت می‌کنیم، چون احتمالاً تنها در بخش کوچکی از تجارت خارجی استفاده می‌شود، تغییر چشمگیری ایجاد نخواهد کرد.